سلام، خوش اومدید در امیر گیم شو و بررسی قسمت پنجم و ششم سریال فال اوت. که خب حالا بعد از 4 قسمت که شخصیت ها رو بهمون معرفی کرده، هدفشون رو تو این دنیا مشخص کرده، داره میره سراغ اون المان های مختلف این دنیای فال اوت، به طور خاص والت ها، که ما بفهمیم اوکی این والت ها آیا صرفا اون چیزی که به نظر میرسن هستن، یعنی یک سری پناهگاه برای انسان هایی که از بمباران اتمی زنده موندن، یا نه موضوع چیز دیگه ایه. و خیلی خوشم میاد از این قضیه، چون توی بازی ها اصولا بهتون قبلتر هم گفتم دنیای آخر زمانی فقط یک لوکیشنه و اصولا تو بازی خیلی نمیره سمت این که چی شد بمباران شد، نه که نمیره، میره ولی هدف اصلی نیست که چی شد بمباران شد، قضیه چی بود، نه الان بمباران شده، ما تو آخر زمانی ببینید انسان ها چجوری دارن باش کنار میان. خب و والد ها به غیر از بخش های پایانی بازی تو ابتداش همون صرفا یه پناهگاه هستن، ولی اینجا از قسمت های قبلی کم کم شروع کرد که اوکی یه خبریه در رابطه این والتا، اینا یه کار دیگه، یه هدف دیگه ای داشتن. و خوشم میاد از این که سریال مسیر خودشو دنبال میکنه و داره داستان خاص خودشو میگه، مثل قسمت های قبلی جلوه های ویژه، فضاهای جدیدی که میریم بسیار خوب انجام شد. یعنی بزرگترین نقطه قوت این سریال همین بوده، گریم ها، فضاسازی ها، مکان ها، همه باورپذیر، همه هیچ کدوم شبیه لوکیشن سریال نیست، نه قشنگ با بودجه بالا ساخته شده و خیلی اتفاق جالب میفته. و از طرفی هم از نظر داستان پیسینگ خوبی داره، ریتم خوبی داره سریال، هیچ کجا شما احساس نمی کنید که با اینکه پرش زیاد میزنه بین شخصیت های مختلف، احساس نمی کنید خط داستان گم شد، نه همه چیز داره با هم میره جلو. و خوشبختانه توی این دو قسمت شوخی ها هم به جا و خوب بودن، یعنی شوخی های زورچپون نبود. خب البته توی این دو قسمت مشکل اساسی که تو هم بیشتر قسمت ها میبینیم هست، اونم این که یک اتفاق غیر منطقی میفته تا یک صحنه های جالبی رخ بدن. خب یعنی شما میگید چرا این اتفاق افتاد، یادتون تو قسمت قبلی میگفتم چرا شلیک کرد به پای دانشمنده، نیاز به این کار نبود. خب من سریع تو ذهنم میتونم سناریوهای بهتر چیز کنم، البته یه سری صحنه هاشم خیلی خوب میگم پیسینگش که مثلا میاد شخصیت ها رو وارد محیط های جدید میکنه، ولی نه اینجوری کیلویی، قشنگ با هدفه. خب خیلی حالا میگم تو بخش اسپویلر بیشتر اون صحنه های خوبش رو میگم، ولی یه صحنه های غیر منطقی هم داره که نتیجه برای که برسیم به نتیجه جالبه که برسیم به اون صحنه جالبه، ولی من به عنوان مخاطب دیگه اینجوری تو ذهنم نمیگم که اوکی تو خودتو جدی نمیگیری پس این کار رو میکنی، نه من میگم تو منم جدی نگرفتی، هوش من رو هم زیر سوال بردی که من میگی نمیفهمه دیگه که من چی کار کردم که برسم به اون صحنه. حالا نمیخوام گنگ صحبت کنم، میریم تو بخش اسپویلر بیشتر صحبت میکنم ازش که چیه منظورم دقیقا، ولی این دو قسمت هم جز قسمت های خوبتر بود. حالا دو تا قسمت قبلی که برام خیلی عالی بود، ولی یعنی قسمت 3 و 4 پنجوشش هم جز خوبا هست. اما برسیم به بخش اسپویلر این دو قسمت که کلی حرف داریم در رابطهش. خب میاد شروع میکنه قسمت رو با پایان قسمت های قبلی، اونجایی که ما میفهمیم روز مکلین مادر همینا کسی بوده که با پیپ بویش در والت 31 رو باز کرده. خب حالا میخوایم این راز رو بفهمیم، از اون ور کات میخوریم میریم روی ماکسیموس و اسکوایرش که خب این صحنه خوشحال شدم که زود رفت سر این موضوع اوکی من بعد خودم رو به هر حال بتونم نشون بدم که تو بفهمی من ماکسیموسم، ما این پسر با هم رفیق شدیم به خاطر همکاری که کردیم، کله رو هم به دست آوردیم، میگه بیا به من نشانه گذاری کن، یعنی انقدر با هم دارن حال میکنن. اما تا صورتشو میزنه کنار و این میفهمه ماکسیموسه، میگه من چرا اصلا گوشم تو رو من نشانه گذاری کنی. خب این نشون میده که واقعیت دنیاست، واقعا بچه این واقعیت دنیا رو نشون میده که آدم ها نمیشه بهشون اعتماد کرد، اون همیشه قضیه ظاهر قضیه است. به معنی که فهمید این کیه، خب توی اتفاق تقریبا میشه گفت غیر منطقی یک کلیدی اومد دست این پسر ظاهر شد که این بتونه هسته انرژی این ربات اینو بکشه بیرون و خاموشش کنه. خب لوگوی این قسمت هم که این ترک خوره است، گفتم به لوگوهای هر قسمت دقت کنید، اتفاق جالب میفته توش. ولی به حال به صبح فراش بس میشیم، اون گیر افتاده توی ربات و خب لوسی داستانش میرسه به این، چون به دنبال کله بوده، آخرین جایی که کله بوده اینجا بوده، میرسونتش به این. این کارا رو خوب انجام میده، رسوندن شخصیت ها به هم و اینا. و
خب از اونجا دقیقاً کاراکتری که شب قبلش میاد به اون پسره که خیلی ما هم دوست شده بودن اعتماد میکنه و بهش نامه میکنه، اینجا از این دختره اصرار داره که به من اعتماد کن. دختر میگه با من چند روز گذشته به هر کی اعتماد کردم بهم بدی کرده. میگه نه به من اعتماد کن، من اعتماد کن و اعتماد میکنه. وقتی میاد بیرون هم بهش سرم میزنه هم چیز میشه. پس این دوتا کاراکتر رو به خوبی به هم رسون. از اون ور برمیگردیم به داستان جذاب برای من، یعنی داداشه اون که دارن میرن تو بخش 31 ببینن اونجا چه اتفاقی افتاده. و یکی از چیزهایی که دو بار تا الان نشون شده اینه که روی دیوار نوشته ما میدونیم این داخل چیه، ما میدونیم این داخل چیه. همیشه اون قضیه توته که پشت والت ها بوده. خب پس والت ها صرفا یه جایی نیستن که برای دفاع از بمب اتم بوده باشه. و به نظر میرسه این زنه که یکی از ابزرور هاست اینم میدونه ماجرا چیه. خب دوباره کات میزنیم به این ور، لوسی بهش اون رد و وز کرده که رادیو اکتیوی تو بدنش بوده از بین بره و اینا دیگه با هم یه همراه میشن میرن جلو. از اون ور توی والت داره یه دونه دموکراسی اتفاق میفته، رأی گیری میکنن. یه چیزی که توی این دو قسمت خیلی به نظرم رسید این بود که سریال خیلی تکلیفش با خودش روشن نیست. آیا تو ضد سرمایه‌داری هستی، ضد دموکراسی هستی و سمت کمونیستا و چپا هستی، یا نه با اونا مشکل داری؟ اصلا میگم تکلیف خودش روشن نیست. خب یعنی کاراکتراش حداقل سرمایه دارن کاراکترها و دنیاش، اما کارگردان انگار میخواد بکوبه سرمایه داری رو. حالا من نمیخوام وارد بحثاش بشم خیلی. یه جایی داره تمسخر میکنه اینجا رو دیگه، میگه حتی اونی که خودش توی رأی گیری شرکت کرده خودش هم به خودش رأی نمیده. میدونی یعنی میگه انگار دنیای دموکراسی داره میگه دموکراسی رو تمسخر میکنه. اون کسی که باید رئیس جمهور بشه حتی اونایی که کاندیداهای دیگه هم هستن به اون رأی میدن، داره میگه. خب این حرف چرت و پرت دیگه، اینجوری نیست که دموکراسی. ولی خب حالا اونم به اون رأی میده. اینجا یه صحنه تند جالبی داریم که دختر داره با پسر صحبت میکنه، میگه بیا در با وضعیت دنیا صحبت کنیم، دنیا چجوری بوده، تاریخی که برای شما هست چجوری بوده. چون نگاه کن دختره توی یک محیط ایزوله بوده از والد که خیلی چیز بارش آورده، خیلی مثبت بارش آورده و اینا، و ولی خب پخمم نیست، یعنی اونجوری که مثلا نتونه خودش دفاع کنه. از این طرف ما می‌بینیم پسرم تو دنیای بیرون نبوده، یعنی دو تا دنیای متفاوت، دفتشون از دو تا محیط ایزوله اومدن. پسر از یه جای نظامی اومده، بعد مثلا حرفایی که با دختره میزنه نمیدونم در با رابطه جنسی که صحبت میکنن، پسرم میگه واقعتش من یه چند باری در این رابطه فکر کردم ولی نمیفهمم چیه دقیقا. میدونی میگه من یک چیزم، من یک تایتانم، چه میدونم من نایتم، یک شوالیه هستم، نباید اصلا به رابطه جنسی فکر کنم. خب یعنی میبینی اینم توی محیط ایزوله خودش بوده. بعد یه تند جالبی که اینجا دارین، دختره میگه خب رابطتون الان وضعیت تفکر در رابطه با صاف بودن و گرد بودن زمین چیه؟ یعنی میگه هنوز 300 سال که گذشته ملت هنوز نفهمیدن زمین صاف یا گرده. خب مثل این ملت فلت ارترن. خب از اون ور برمیگردیم به اونجایی که کامپیوتر داره داداشه چک میکنه. و خب اینجا نکته جالبی من خودم خیلی خوشم اومد، اینکه ظاهرا رئیس والت ها یعنی اون ابزروره معمولا از یه والت 31 رئیس والت 33 از والت 31 انتخاب میشده و همشون چیز بودن، یعنی بابای خودش هم حتی از قبل از اینکه بیاد اینجا تعیین شده بوده که این رئیسه. و حالا این زنم که قرار بود رئیس بشه از قبل مشخص بوده که به محض اینکه رئیس که مکلین بابای این باشه از بین بره، این زنه باید بشه رئیس بعدی. اصلا رأی گیری و اینا هم نیست. و با اینکه رأی گیری میکنن یعنی میخواد میدونید چی القا کنه، میخواد بگه که اون چیزی که سیستم از بالا تصمیم میگیره میشه، اون آدمهایی که زیر این سیستم دارن زندگی میکنن جوری پرورش یافتن که در نهایت به اونی که سیستم میخواد رأی میدن. این پس اینجا میگه این تکلیفش داره چیز میکنه، داره میگه که من با دموکراسی دروغه، مثلا میخواد بگه دموکراسی دروغه، سیستم اون چیزی که میخواد انتخاب میکنه، اونایی که پشت پرده هستن، دستهای پشت پرده و اینا. حالا میریم جلوتر، اینجا نگاه های خاص زنه و پسره رو میبینیم. زنه میدونه که پسره یه چیزایی میفهمه، پسره باهوشه و زنه اینو فهمیده. جلوتر اینجا صحنه نیمه طنز ولی خوبی اتفاق میفته که روی یه پلی میخوان اینا رد شن، دوتا آدم دیگر رو میبینن. بعد شما نگاه کن، داشتم تو اون صحنه به این فکر میکردم که تصور کن یه آخر زمانی برسه که برای عبور از کنار هم دیگه و دو ساعت چی دستاتو بگیر بالا، آخرش هم نمیتونم به هم دیگه اعتماد کنم و شلیک میشه دیگه و مجبور شن هم دیگه رو بزنن. خب
گفتم ببین یعنی یه دوره‌ای برسه که برای یه قدم زدن و رد شدن عادی هم کسی به کسی نتونه اعتماد کنه. از اون ور خب دوباره برمیگردیم به والد، پسره با اون قد بلنده با هم دیگه دارن بحث میکنن همش سر این قضیه. بعد یه دفعه یه نکته جالب کشمه، ما میفهمیم که این دختره اسمش نمیدونم چی بوده، اسمش این زنه حامله اینم از یه والد دیگه به اینجا انتقال داده شده بوده، ولی زنه حالت انگار نمیخواد بگه تو 31 چه خبر بوده. میگه 31 چجوری بود؟ میگه فکر کنم مش پوتیتوش یعنی سیب زمینی کوبیدش خوب بود، فقط همینو میدونه. این برام عجیب بود، این زنه اگه میدونه اونجا چیز متفاوتی بوده چیه؟ یعنی هر کسی که توی این والد هاست یه جوری آموزش ببینه که وقتی میره به والد بعدی یه چیزی رازهای رو نگه، مثل رئیسه، مثل زن رئیسی که یه سری چیزا رو نمیگه، مثل این که یه سری چیزا رو نمیگه. این عجیبه برای من. حالا اینجا جلوتر ماکسیموس و لوسی که دارن میرن جلوتر، اون اتفاق عجیب میفته و میبینیم که خب لوسی همیشه فکر میکرد اینا که تو والد بودن برای این بوده که زمین به یک وضعیت مناسبی برسه که اینا بتونن برگردن به سطحش. تو قسمت‌های قبلی هم میدیدیم اون صحنه که پدرش میاد داره برای اعضای والد این صحبت میکنه که خبرهایی به ما رسیده که سطح زمین رادیواکتیوش اومده پایین. بعد اینجا میبینه نوشته Welcome to Shady Sands، فرست، اولین پایتخت کالیفرنیای جمهوری کالیفرنیای جدید با جمعیت 34,000 نفر در سال 2142. اینجا اصلا کل اون دنیایی که تو والد تو ذهن این دختر ساخته بودن از هم میپاشه. به اینا گفته بودن که در سال 2077 دنیا به پایان میرسه دیگه، بمباران اتمی اتفاق میفته و دیگه سطح زمین قابل سکونت نیست، همه به این والت ها پناه بردن. بعد میگه چجوری تو سال 2142 یه شیدی سندی به وجود اومده بوده، پس این دنیا تونسته بوده قابل سکونت بشه. همینطور داره این سوالا رو میگه، بعد یه دفعه اون مرده بهش میگه حتی ناراحت نباش، همونم شکست خورد دوباره. دختره میگه یعنی چی همونم شکست خورد؟ حالا میرسیم بهش که میرسن این صحنه خفن، اینکه بمباران اتمی یه دونه از اون سوراخ‌هایی که اتفاق افتاده رو نشون میده، خیلی صحنه خفنیه. که پسره میگه، بعد ببینید شما اینجا شاید گیج بشین، پسره میگه من توی دوره‌ای که بمباران اتفاق افتاد بودم. یعنی چی؟ مگه بمباران 2077 یعنی 200 سال پیش مثلا اتفاق نیفتاده؟ پس این چجوری اون موقع بوده؟ مگه اینم گول اینم زنده مونده؟ نه، ظاهرا یه بمباران دیگه هم اتفاق افتاده بوده بعد از بمبارانی که دنیای ما رو نابود میکنه. خب یعنی دنیای ما نابود میشه 2077، یه سری زنده مونن توش، حالا ما نمیدونیم قضیه چی میشه. اونایی که زنده مونن خودشون تا 2142 جمع میکنن، 100 سال بعد، 90 70 سال بعدش، و شیدی سنز رو درست میکنن، ولی باز شیدی سنز هم شکست میخوره. حالا اینا به مسیرشون ادامه میدن. اینجا خیلی ترانزیشن خوبی اتفاق میفته که اینا وارد بیمارستان میشن و میبینن که این بیمارستان در واقع تله بوده که اینا رو وارد یه والت دیگه بکنه. خب حالا حتی هنوز بهش نرسیدیم اون والته. از اون ور میبینیم که رئیسه همه رو جمع میکنه، رئیسه این والت اینا، و میبردشون به والت 31. در میبینیم همه چی پاکسازی شده، خیلی این صحنه قشنگه. پسر همینجور که داره تو محیط راه میره اون صحنه خونها جلوی چشمشه، ولی بعد میبینه که پاکسازی شده. کی اومده اینا رو پاکسازی کرده؟ قضیه چیه؟ برای هممون سوال میشه. اما یه نکته باقی مونده، هنوز کامپیوتر رئیس هنوز اون سوراخ توش وجود داره. من گفتم شاید الان میخواد بزنه بگه که چجوری اینا رو درست کردیم، بزنه بگه که نه اینا رو که درست نکردیم، میگه پس این کامپیوتر چیه؟ ولی نه، زنه میگه که بهش میگه آره خیلی تلاش کردیم که درست کنیم دیگه، سختی زیادی کشیدیم. ولی انگار یه سوالی بینشون پرسیده نمیشه، اینکه کی اومده اینا رو درست کرده. این سوال رو پسره انگار جرئت نمیکنه بپرسه و ما هم به عنوان بیننده برامون سواله. اینا اوکیه، راز داره ایجاد میکنه. خب در یک پیچش خوب میریم رو صحنه پسر و دختره، میریم که توی والت شماره 4 هستن. این اتفاق جالبیه و این قسمت تموم میشه. در قسمت بعدی میریم روی داستان دوباره آقای والتر گاگینز که گول باشه و میبینیم که داره دقیقا تو همین والت شماره 4 چیز میکنه، تبلیغ این والت شماره 4 میکنه. میگه با اینکه یعنی هنوز بمباران ها اتفاق نیفتاده بودند، این والت ها داشته تبلیغش میشده. به طور کلی بخوام بهتون بگم، ماجرای دنیای فالات اینه که میاد یک دنیای آلترناتیو یا متفاوت از دنیای ما رو توصیف میکنه که انرژی هسته‌ای میشه انرژی غالب، به جای انرژی نفت و انرژی های سوخت های فسیلی
انرژی هسته‌ای میشه انرژی غالب و در نهایت در سال 2077 به خاطر کمبود انرژی ها اینجا میبینی که ای صحبت میکنه ازش توی تلویزیون اینا داره صداش میاد تو همین بخشه که آره اورانیوممون داره تموم میشه، کشورهایی که با هم دیگه به رقابت رسیده بودن حالا به جنگ دارن میرسن، خب یعنی اورانیوم هم داشته تموم میشده، خب حالا شرکت ها باید به فکر این بیفتن که اگه یک جنگ اتمی رخ بده چی میشه، این اتفاق میفته، باید بمونن تو والت ها مثلا و شرکت های مثل والت تک به وجود میاد، شرکت های خصوصی که این یارو مثلا رئیسشه، حرف هایی که میزنه میگه الان زمان مهمترین چیزه و چیزی که در آینده مهمترین چیز میشه منیجمنت یا مدیریته. خب بعد شما دارید آینده رو میبینید دیگه، چقدر توی این والت ها مدیریت داره اتفاق میفته، همه چیز داره روی حساب کتاب میره جلو و یه چیز رو هوا نیست، خب اینجا براتون جذاب میشه قضیه. از اون طرف میبینید که زن خود این آقای اسمش هاوارد دیگه، زن خودش برای این شرکت والت تک داشته کار میکرده و همش اینو راضی میکنه که بیاد براشون پروپاگاندای این شرکت فعالیت کنه. بعد اینجا مثلا نگاه کن، میگم خودش تکلیفش با خودش روشن است که سمت سرمایه گذاری یا سمت چپ کمونیسم، میاد یه مگه که از دوستاش نشسته این کچلوار زرده داره صحبت میکنه که بهش میگه که آره هالیوود داره نابود میشه، همه افراطی شدن، همه شدن چپ رد ها، رد یعنی کمونیستا، میگه این کمونیستا همه جوری گرفتن. بعد این بهش میگه آره من از وقتی که توی این تبلیغات والتک شرکت کردم وقتی رفتم سر صحنه اینا حاضر نشدن با من کار کنن. خب این موزل بود که واقعا تو اون دوره قدیم وجود داشت دیگه، توی هم هالیوود که ملت کمونیست شده بودن، یعنی روشن فکر همون دوره که تو کشور ما میدونیم دیگه روشن فکری و چپ بودن به معنای چیز بود، یکی بود با هم، یعنی کسی که کمونیست و چپی بود یعنی روشن فکر بود، اگه کسی دیگه اینا رو قبول نداشت ولی فکرش باز بود نه عقب افتاد و اینا محسوب میشد که نتایجش هم دیدیم که چه فاجعه‌ای اتفاق افتاد. ولی اون مرده حرفا جالب میزنه، میگه آینده دست همیناییه که حتی توی پارتی معمولی هم یه دونه از این پیپ بویا دستشون کردن. خب حرفای جالبی اینجا میزنه. بعد کات میخوریم میریم روی اونجایی که این توی آینده 200 سال بعد از پارتی که با اون نوشیدنی ها کرده بود یه گروه پلیس وارد میشن و خب اینجا یه جورایی حس فالات نیو وگاس اینجور چیزا هم بهتون میده، چون تو نیو وگاس هم یه همچین کاراکترها هستن که یه سری آدمایی هم میخوان توی این دوران پایان دنیا نظم و ترتیب رو برقرار کنن. کات میخوریم میریم روی والت، میبینیم که یه شوخی جالب این که طرف گلوله‌ای که به سمت این شلیک کرد دندون فاسد خودش رو گذاشته تو گلوله شلیک کرد به دست این میکشه بیرون. بعد وقتی داره اینجا صحبت میکنن این دختر با این زن والتیه، میگه خب من اومدم به والت، من اینجا زبون اینا رو میفهمم، همه با هم آروم صحبت میکنیم، ولی همش پس ذهنتون هست این که این والت ها اون چیزی که به نظر میرسن نیستن. خب توی این قسمت خیلی خوب این قضیه نشون میده، این زن به این آروبی مهربونی جلوتر ببین چه اتفاقی میفته و وقتی که دوربین داره از اینجا میاد بیرون نوشته تست سابجکت، یعنی نمونه های آزمایشگاهی، اینجا بهداره نیست، اینجا نمونه های آزمایشگاهیه. بعد پسر میگه من اینجا نمیدونم، اینجا مثل یک فرقه میمونه، همه دارن به هم لبخند میزنن قضیه چیه، که یه دفعه رئیس این والته میاد یه آدم یه چشمه، خیلی هم عادیه براشون این قضیه. خب و بعد که دور برشون با دقت بیشتری نگاه میکنن میبینن که اینجا همه آدمایی که تو این والته هستن یه چیزشون به خاطر رادیواکتیو عجب وجع شده، یه چیز عجیب غریبی در اومده توش، حالا دقیقاً نمیدونیم ماجرا چیه، ولی خب اولین سالها اینجا شک و شبهه به وجود میاد. از اون بر خب والتر گاگینگز رو میبینیم که با زنش داره همش دوچار کنتاکت میشن، با هم تضاد دارن از اینکه دیدشون به دنیا چیه. زنه میگه که ببین زنه افراطی سمت اون والتکیاست، آقای چیز این بازیگره میانه است، میگه من نه سمت کمونیستا هستم، خب نه سرمایه‌داری هستم که مثلا بخوام همه دنیا رو فقط توی رشد سرمایه ببینم، نه میگم آقا میخوام زندگی کنیم، از زندگیمون لذت ببریم، از این بهتر مگه میشه؟ توی چیزمون نشستیم، توی جکوزیمون نشستیم، بغل همدیگه زندگی خوب داریم. میدونی زنه تضاد داره، از همه طرف تضاد براش داره اتفاق میفته، این میخواد خط مستقیم میانه خودشو بره، از زندگی لذت ببره، ولی نه دو طرف دارن بهش فشار میارن. این برداشت من حداقل. مثلا تو صحنه بعد میبینی میره توی کافه یه دونه دوست مثلا میشه گفت سرخ پوستش اومده پیشش، سرخ پوست دیگه طرف دیگه، آیا هدفی داره سریال از انتخاب یک کاراکتر سرخ پوست یا نه و نمیدونم، ولی کاراکتر بهش میگه گوش کن دارم به چی میگم، ما الان توی دنیایی هستیم که
این شرکت‌های خصوصی به دولت آمریکا قرارداد بستن با این دولت و کارشون چیه برای اینکه بتونن سرمایه‌شون رو ببرن بالا، اینکه آخر زمان اتفاق بیفته و اینا با ساخت این والت‌ها مردم ببرن توش و مردم نجات بدن. حالا اگه این اتفاق نیفته چی میشه؟ خب اینا سرمایه‌شون باد می‌کنه رو دستشون دیگه. یعنی می‌خواد همین چیزی که میگن جنگ‌ها رو شرکت‌های اسلحه‌سازی راه می‌ندازن. من با این قضیه مخالفم واقعیتش بیانزم. بله جنگ های، یعنی به قولن شرکت های اسلحه سازی قطعا خیلی سود میبرن از جنگ ها و قطعا شاید توش بدمن توی این قضیه، یعنی لابیگری شاید بکنن شرکت های اسلحه سازی. ولی اینجوری نیست که میگم الان ما خودمون چه وضعیتی هستیم. آیا شرکت اسلحه سازی پشت این اتفاقی که داره میفته است؟ آره حداقل از سمت مقابل به آمریکاش نرم این اتفاقی که داره میفته، آیا شرکت اسلحه سازی پشتشه؟ نه، خیلی مسائل دیگه هم پشتشه، تفکرهای متفاوت پشتشه، ایدئولوژی‌های متفاوت باعث میشه این جنگ‌ها اتفاق بیفته و صرفا شرکت نمیدونم لاکهید مارتین و این چیزایی که میگن ها که اینا پشت همه جنگ‌ها هستن برای که اسلحه بفروشن نیستن. واقعا اینجوری نیست بچه‌ها، به نظر من این خیلی ساده لوحانه است که اینجوری فکر کنیم. و خب حالا بعد ببینیم تو قسمت‌های بعد سریال چجوری می‌خواد این قضیه رو باش بره جلو. ولی اینجا یارو یه چیزی به این یه کارتی بهش میده، یه کارت یه مؤسسه کفن و دفنی به اسم هالیوود فوراور، هالیوود برای همیشه. نمیدونیم قضیهش چیه، آیا یعنی نمیدونم، واقعا من نفهم این اسم چه معنایی داره. آیا یعنی ستاره ها رو یه کاری میکنیم که تا ابد زنده بمونن؟ چیکار میخوام بکنن نمیدونیم. از اون بر میبینیم که زنه توی خونه یه حرفایی میزنه، میگه سگ رو نمیتونیم ببریم توی والت. اون میگه من بابا هنوز جنگ شده که میخوای سگ رو ببری توی والت؟ میگه نه، ولی من دارم همه تلاشمو میکنم، تو این شرکت دارم کارم انجام میدم که ما توی یه والت خوب باشیم، تو والتی باشیم که بر بقیه والت ها مدیریت میکنه. اینجا شما میگیم چی شد؟ مگه والت ها فقط پناهگاه نبود؟ مدیریت بر والت ها قضیه چیه؟ دو تا قسمت بعد خیلی حیاتیه بچه‌ها که این حرفایی که داره میزنه جالب باشه یا نه چرت و پرت باشه. میدونی همیشه بهتون سریال لاست رو مثال میزنم، میگم کلی راز و رمز و اینا میچینه ولی آخرش کیلویی تمامش میکنه. خب اینا خیلی مهمه، این حرفا، اینکه یک والت مرکزی باشه ما توش باشیم و بر بقیه حکومت کنیم و اینا، این والت ها هدفشون دقیقاً چیه خیلی مهمه. تو صحنه بعدی یه صحنه تقریبا طنز داریم که دوتا دختره داره با رئیس والتی که جفتشون تو والت به دنیا آمدن صحبت میکنه، ولی میبینی اون رئیس هم دیدش به دنیا خیلی فرق میکنه با دختره. میگه با من یه شوخی کوچیک با اینا میکنم، مثلا بهشون میگم شما وحشیای بیرونی هستید، حرفای نجات پرستانه داره میزنید دیگه، ولی بهشون بر میخوره و اینا. هی میبینی با هم دیگه چیز دارن، یه حرفای خیلی جالبی با هم دیگه میزنن اینجا. و حالا یعنی دید متفاوت اون حتی دید متفاوت بین دو تا والتی رو هم نشون میده، میگه این والت ها هم حتی همشون یک هدف مشخص و یک نوع افراد مشخص توش نیستن، این یه نوع والت متفاوتیه. حالا ببینیم جلوتر، اینجا یکی از صحنه‌های غیر منطقی ماجرا رخ میده. آقای ماکسیموس رفته با استاد داره ربات رو نگاه میکنه و دنبال هسته است، میره از یکی میپرسه، میگه که شما برقتون از کجا، انرژیتون از کجا میاد؟ مثلا بهش آدرس میده، اونم میره تو نیروگاه اینا خب و میره دو چهار، هیچ نگهبانی هم وجود نداره، چهار تا دکمه رو میزنه میخواد هسته رو در بیاره. بعد یه زنه از راه میرسه میگه نه این کارو نکن پسر خوبم، بیا بریم اونجا، کلی مشروب و نمیدونم خاویار و این چیزا برگشتیم. خب اینا غیر منطقیه. بله برای اینکه برسه به این صحنه خفن و به ما نشون بده که حتی این پسرم از یه محیط ایزوله اومده که آب گرم و دوش گرم و غذای خوشمزه و خاویار و این چیزا نبوده، این دنیای بیرونه فقط والت نیست، یه چیزای دیگه هم اون بیرون بوده، همش هم بی‌نظمی نیست، اون بکش بکشا نیست، یه نظمای خاصی تو این دنیا هستن که خیلی خوش و خورم مثل این والتا نیستن. و حالا این یه نمونهش هم این بره. خب پس به اینجا اتفاق غیر منطقی میفته برای که یه صحنه جالب خلق شه. این غیر منطقیه که پسره میره تو نیروگاه اینا، یه جایی که خیلی حیاتیه دیگه، میره دکمه ها راحت خاموششون میکنه، میخواد هسته رو بکشه بیرون، یعنی چی آخه. از اون بر دختره میره توی کلاس درس اینا و میبینه که اصلا اون بالا نوشته تاریخ ما، تاریخشون از 2077 شروع شده، از 2142 با 142 با شیدی سند شروع شده. یعنی نگاه کن دو تا منبع، دو تا مبدا مختلف دارن، این دختره و والتشون، والتی بودی که از دوره ما شروع شده بود، از سال 2077 اولین بمباران اتمی، اولین بمبارانی که باعث میشه
به چیزی که تو ذهن اینا فرو کردن انسان‌ها به والت‌ها پناه بیارن. اما این چیزی که اینجا داریم می‌بینیم به تاریخ پسره برمیگرده، پسره که میگه من موقعی که بمباران شد بودم 2142 یعنی خب، و به قولن شیدی سند و اینا، پسره تو اون دوره شیدی سند و اینا بوده. خب پس این خیلی اتفاق جالبی به نظر من، نشون میده که یه بمباران اتمی دیگه هم پس اتفاق افتاده. حالا من اینا رو نمیدونم چیه. بعد از اون بعد جلوتر میبینیم اینا یه مراسمی میخوان ایجاد کنن، یه مرد یه دکتریه میگه من حوصله نمیشه وایسم بیام توی این مراسمه، شما خودتون برید. من اینا اینجا زیادیه یه سری کارهای میکنن که مال آدمای روی زمینیه. خب اینجا والتاش متفاوته، والتا اینجوری نیست که از زمان بمباران اول چندین نسل انسان‌ها تولد مثل کرده باشن اومده باشن جلو، نه اینا والتاش از آدمایی که از سطح زمین وارد شدن تشکیل شده. خب شکل فرق میکنه. و بعد کات میخوریم میریم روی آقای گول که گرفتنش، و اینجا یکی از بازیگرای مورد علاقه من. اینا هم یه گروه دیگه هستن، یه گروهی هستن که شده این رئیس جمهور، یه مشتی آدم های به قولن مثل کابویا و خیلی راستگرهای تندرو هستن، برای خودشون یه نظم جدیدی رو انداختن. بعد اونجا میبینی غذایی که داره میخوره، هر گوشتی که میخوره داخلش کیسته، به خاطر که دنیای چیز دیگه رادیواکتیو همه کیست زدن. خب توش پر از چیست، یعنی همون سرطان دیگه، سرطان ها را تو گوشت درمی رایم دازه اون بر. اینجا خیلی دیالوگ های جالبی با هم میدارن. پس یه گروه جدید وارد میشه، یه گروهی که خب نظم و به شکل غرب وحشی دارن میبرن جلو، اشاره های به نیو وگاس داره، احتمالا اینا تو فصل دوم اینا رو بیشتر میبینیم. اینجا خب صحنه جالب اتفاق میبینیم و میزن اینا رو میکشه. اما بخش یعنی اسم مولدیور دیگه، اون زنه که اومد بابای دختر رو دزدی، اون اسمش میاد و میبینیم که اون یه فرد خاصیه. آقای چیز، آقای بازیگر وقتی عکس زنه رو روی چیز میبینیم که این کیه، این زنه که تعقیبه، میگه این همون مولدیوره که دنبالشی دیگه. میگه اینه، این که من در گذشته یه بار به عنوان بازیگر رفته بودم، این همونه که کارت هالیوود فوراور به من داده بود. خیلی سوال‌های زیادی برقرار کرده که دو قسمت بعدی رو حساس میکنه واقعا. اینجا این ماشینه خیلی درش قشنگ باز شد، میخوام برم سرچ کنم این چه ماشینه که اینجوری باز میشه. خیلی هوشمندانه است اینکه یه ماشین کوچیک بسازی بعد درش اینجوری بره اون تو باز شه. خیلی جالب بود، نمیدونم واقعی یا نه. از اون مراسم چیزا رو میبینیم که خب ملت لخ میشن و یه مراسم فرقه گرایانه رو دارن انجام میدن، و میبینیم که چهره خانم مولدیور همونی که بابای دختر رو دزده، این رهبرشونه. بنابراین من تو ذهنم رفت چی؟ این یه نوع والت دیگه است، همونجور که والتش، این والتی که مال دوران 1940 یعنی 1900 نه 2142 به بعده. اما مولدیور مال دوران 2142 نیست، مال دوران ماست، یعنی مال 200 سال پیشه. این چجوری زنده مونده؟ اینها سالهایی که همه توی این قسمت پیش میاد. دخترم میره به اون میگه بابا اینا فرقه، اینا یه چیزی اون چیزی که ما فکر میکنیم نیستن و اینا. بعد پسره قبول نمیکنه. این عدول اتفاق غیر منطقی دیگه. از اول این قسمت ما میبینیم این صاحبین این والت ما میگن طبقه 12 اینا، اگه طبقه اسم طبقه 12 رو بیاری عصبانی میشن اصلا. بعد دختره میره جلوی آسانسور میسه طبقه 12 انتخاب میکنه میره بالا. خب اینا غیر منطقیه، این یعنی من احمقم نمیفهمم من چه خبره اینجا. اگه یه چنین چیزی اینقدر حساسه، حداقل باید یه آسانسوری باشه که اینجوری یه کلید بره توش، کلید دستی آدم خاصی فقط هست که اون کلید رو باید بچرخونه که بعد بتونه طبقه 12 رو انتخاب کنه. نه، طبقه 12 بزن بریم سوارشیم بریم. خیلی این غیر منطقیه. ولی خب اتفاق جالبی که بعدش میفته دیگه این بهونه شه دیگه، که میره داخل این آزمایشگاه عجیبه، زنه اونی که حامله بوده هیولا داشته از بدنش میزده بیرون، بعد هیولا میخوردنش، بعد یه سری کپسول‌های یخ زده میدیدی که نشون میده یه سری زن‌های حامله توشن. حالا اینا همونایی که هیولا توشن، چرا بعد اینا اینجوری باشن؟ جواب‌های خیلی مهمی وجود داره برای اینا که اگه کیلویی جواب بده یا جواب نده و بذاره همه رو برای فصل بعدی، کل این اتفاقایی که اینجا افتاده رو بی‌مزه می‌کنه. یعنی واقعا من دوست دارم بدونم که والت ها حداقل چی بودن ماجراشون توی دو قسمت بعدی. و اینم از این قسمت. و قسمت های جالبیه، ولی این کارهای غیر منطقی که میکنه برای اینکه به اون صحنه های جالب برسه، اگر جواب خوبی برای دو قسمت بعدی براشون نره و بگه آره حالا بایستو تو فصل بعدی میگم، خرابکاری بزرگیه. امیدوارم که ببینیم چی میشه. نظراتتون برام بنویسید، ایده های شما چی از اتفاقی که داره میفته. برای تا قسمت بعدی که دیگه میبندیم کل این فصل اول رو و کلی ازش صحبت میکنیم، مرسی که تماشا کردید و تا یه سری دیگه از همین گیم شو. خدا بزن.